بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. هوا در واشنگتن، پایتخت آمریکا، بسیار زیبا و عالی و هوای بهاری، برعکس هفته گذشته که هوا به شدت سرد بود و همه شاکی بودن. لطف کنید اگر این برنامه ها رو میبینید، چه در موقعی که به صورت زنده پخش میشه، یعنی همین الان، چه وقتی بازپخش هست یا از یوتیوب میبینید، برای دوستان دیگه هم لینکش رو بفرستید و خودتونم لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. دیگه همه میدونن چه خبر است و چگونه است. اجازه بدید من به این دوستان توی اینستاگرام هم یه سلامی بکنم و ازشون بخوام که بیان از فیسبوک تماشا کنن اگر براشون امکان داره، چون در فیسبوک میتونید بنویسید اگر نظری دارید یا سوالی دارید و من هم میتونم بهتون از طریق برنامه جواب بدم. حقیقتش من امروز هرچی فکر کردم گفتم برنامه برای چی بزنیم، آخه چی بگیم؟ 20 و چند سال این همه حرف زدیم، مگر کسی تغییر کرد؟ کسی چون میگم روش سیاسیش عوض کرد، نظرش عوض کرد؟ شاید هم بوده و ما خبر نداریم. در اصل گفتیم خب یه برنامه بذاریم، حالا دیگه شاه انگلستان تاج گذاری کرده، ما بیایم بگیم چی شد این شاه و شازده و اینها جمع شدن، قرار بود برن تاج بازی کنن. در صورت میدونید که چندین سال پیش اگه اشتباه نکنم 1346 گویا در ایرانم شاه تاج گذاری کرد و خیلی مسخرن، مردم گرسنه ولی اینها این همه پول خرج میکنن. درست همین آخونده هم همین برنامه هایی که میذارن، نمیدونم هیئت اسلامی های تمام کشورها میان این ور اون ور، اون طرف مردم با گرونی به اصطلاح در چون چنگ دست و پنجه نرم میکنن، این ور اینها پولا رو حیف و میل میکنن. ولی چه باید کرد که اسیر شاه و اسیر شیخ و اسیر دیکتاتور وقتی شدی همین است. از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. ما خودمون رو کشتیم تا به دوستان بگیم، مخصوصا اونایی که ساعتشون وقتشون با ما که در نیویورک واشنگتن هستیم، شرق آمریکا هستیم، فرق میکنه. مثلا اونا غرب آمریکا هستن، 3 ساعت تفاوت دارن. زنگ میزنن آقا کی زنگ بزنیم با هم صحبت کنیم؟ بابا زنگ زدی الان صحبت کن، حرفتو بزن. یه دوست دیگه مینویسه که شما به من زنگ بزن، من یه چیزی از شهرام همایون میخوام برای شما بگم، شما برای مردم بگو. عزیز من اینجوری چه فرقی داره با این آخوندهای احمق که میگن روایت هست که امام صادق از پشت بوم پرید رفت و دهن نهنگ، میشه حدیث و روایت و نقل قول. ولی یه نفر مثل آقای پتیک الان چند ساله، شما این پیامو گوش کنید، حرفشو زده، مقصدشو چون میگم پیامشو رسونده، شما گوش میدین، فکر میکنید در موردش، تصمیم میگیرید اون کار رو انجام بدید یا اون کار رو انجام نمیدید. از همه مهمتر ببینید زمانش چقدر کوتاهه. بذارید من براتون پیام آقای پتیک رو پخش کنم. حلالزاده طرف گفت آقا داشتیم حرفتو میزدیم. حلالزاده گفت مگه شک داشتی تا امروز؟ نوشته که کاش من جوابش رو میدانستم. آها یه سوالی هم کرده بود قبلا با ایمیل، گفتم من تو برنامه میگم جواب این که چرا نسل جدید به اصطلاح دختر پسرها ازدواج نمی کنن، وقتی هم ازدواج میکنن بچه نمیارن، سگ و گربه میارن ولی دنبال بچه نمیگردن. اتفاقا 4 روز قبل توی آمریکا این نمیدونم سرجن جنرال چی بهش بگیم، وزیر بهداریه، این اومد اعلام خطر کرد، گفت که الان شرایط یه جوریه که از تنهایی، حالا افسردگی، خودکشی، دیگر کشی، دیدید همین دیروز باز مثلا 9 نفر
طرف رفته توی میره تو بیمارستان، میره توی شاپینگ سنتر، میره توی مدرسه، هر جایی که شما بگید این آمریکا رفته. حالا نه فقط آمریکا، حتی اون نروژ بود کجا بود رفته بود تو مدرسه بچه‌ها همه رو کشته بود 70 80 نفر اینا بماند. در هر صورت مشکلی همه جا هست، ولی این آقای یو اس سرجن جنرال دکتر ویویک مورتی که به نظر میرسه که هندیال اصل باشه، این اعلام خطر کرد، گفت این تنهایی و این فرو رفتن در تلفن‌های همراه، تلفن‌های اسمارت هوشمند، باعث افسردگی، باعث خودکشی و باعث دیگر کشی میشه. حالا چه کار میخوان بکنن نمیدونم. دوستان عزیز اگر روی اینستاگرام برنامه ما رو میبینید، روی فیسبوک بهتره، چون اینستاگرام یه برنامه داشت قبلا من از روی این صفحه‌ای که شما میبینید پخش میکردم، خودش میدونست که این برنامه میدیا هست نصف بالا رو نشون میداد، الان اون رو عوض کردن به جاش شکلک میذارن. میبینم که این شاهین بعضی وقتا از این فیلترها استفاده میکنه، ولی جالب بود دیروز گفت آقا نگاه کن ببین بعضی ها چجوری پول در میارن. گفتم بله میدونم، یه خانمی حالا اگه بتونم عکسشم من بهتون نشون میدم. من نمیدونم واقعا اینا خودشون خوشگل میبینن. خب بیایم اینجا ببینیم که این برنامه سربی با مردم رو یه لایک هم بزنید، حتی اون لایکی که قلب رو داره بغل میکنه، دوستی، مهر، محبت، اونو بزنید. بعد این رو من شیر کنم با پیج. پیج ما مردم تیوی هست روی فیسبوک و اونجا حدود 15,000 تا فالوور داریم. و خانمی حالا اگه بتونم عکسشم هم بهتون نشون میدم. من نمیدونم آخر نفهمیدیم چرا این فیسبوک یه چیزی رو که داشت خوب کار میکرد انگولکش کرد به این روز انداخت که وقتی ما میزنیم اینجوری ها صدا میاد قاطی میکنه، صفحه رو عوض میکنه، ولی به قول آمریکایی ها میگه it is what it is، همینه که هست، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. خب روی مردم تیوی هم الان داریم پخش میشیم، بیایم بریم ببینیم که پتیک عزیز چی گفته و دوستان هم امیدوارم این کار رو انجام بدن. من حقیقتش وقتی برنامه اجرا میکنم دیگه نمیگم برنامه بعدی دو روز دیگه است، یه هفته دیگه است، چون جدی میگم حرفی برای گفتن باقی نمونده. تا کی ما بیایم بگیم بابا شاه دیپلم نداشت، اونم فوش بده بگه 6 تا دکترا داشت؟ میگم آقا برو تحقیق کن، دیپلم نداشت. آقای ناصر انقطاع گفت، دکتر سرهنگ عقیلی پور گفت، آقای تیمسار آریانپور گفت، همه اینا گفتن شاه دیپلم هم نگرفته. حالا شما نشستی گوشه اتاقت هی میزنی اینا ها نگاه کن رفته فلان جا، نمیفهمی دکترای افتخاری یعنی چی، نمیفهمی دکترای پولکی یعنی چی، چی کار داریم دیگه حالا بریم زنیم. ولی خیلی چیزای دیگه هم هست نمیفهمیم، یکیش استفاده از فیسبوکه. آقا خانم پیام قسمت خصوصی برای پرفای خصوصیه. یه وقت شما میخوای از من بپرسی امروز از مهمونی میای، امروز از مراسم خاکسپاری فلانه میای، که تازه همینم شما میتونی جای عمومی بپرسی. این چیه شما هی ور میدارید چیزا رو تو قسمت خصوصی میفرسید، بعد تازه ما رو دعوت میکنید بریم تو یک گروه خصوصی. خانم آقا اون که گروه خودش رو خصوصی کرده یعنی حتی شما رو هم نمیخواد اونجا داشته باشه، میخواد خودش باشه و چهار تای دیگه بگن به به چه چه، ولشون کنید خوش باشن. هی شما برای من میفرسی شاهنشاه فلان فلان، ما باید بریم حالا جوین اون گروپ، اون گروپه که یه مش دیوونه شاهالله بی سواد. یه کمی راجع به فیسبوک میخوام بگم چجوری استفاده کن. بعد گفتم بابا ولش کن، هر کسی بلد بود میگم در خانه اگر کسه است یک حرف بس است. الان چند ساله داریم از فیسبوک استفاده میکنیم، بعضیا دوستاشونو کردن مثل سطل آشغال، هر چی برای خودشون میاد دو خط اولش هم نمیخونن، فوری میفرسنش برای دوستشون، اونم تو قسمت خصوصیش. خانم آقا شما این مقاله رو دوست داری، خوندی، مورد تاییدته، بنویس من این مقاله رو خوندم و مورد تاییدم هست، برای شما هم پست میکنم، نظرتون چیه؟ پستش کن روی تایملاین، پستش کن روی
قسمت استوری فیسبوک، پستش کن روی فید، PM پرایوت مسیج. نمیدونم ما چه ملتی هستیم، همه چی رو میخوایم اونجوری که خودمون دلمون میخواد عوض کنیم، کاری نداریم حتی اونی که ساختتش چه چیزی تو مغز اون بوده. پتیکم ما همجور هی میگیم پیامش رو پخش کنیم، هی شما رو علاف کردیم. بریم اینجا توی قسمت لایف پیام پتیک ببینید چی میگه. تعارفم نداره پتیک که بگی حالا من مسیحی هستم، ارمنی هستم، به اصطلاح از مسیحی ها بد نگم، از ارمنی ها بد نگم، هر چیزی که حقیقت داره اونو میگه. بذارید این 623 رو که اون روز زنگ زدیم و خیلی از دوستانم تماس گرفتن، گفتم چرا با من تماس میگیرین، با این آقای اون یکی نمیدونم پیتر چی بود با اون تماس بگیرید. بعد آقای اینجا بیام این باکس ببینیم، به خدا مطمئنم که من اینو گذاشتم توی لایف که برای شما پخش کنم، نمیدونم چرا اینجوری میشه، ولی حالا نمیدونم روی این باکسه مثلا خدا رو بی خود خوردیم، اب نداره. خب این 1 دقیقه و 27 ثانیه، من براتون این پلیر 4 رو میذارم که شما حواستون به من و قیافه من نباشه و سراپا گوش بدید به این پیام از آقای پتیک مهدسیان از کالیفرنیای آمریکا. کاکو جان سلام، پتیک هستم. یه داستان واقعیه، اگه خواستی در برنامه استفاده کن. فرض کنم به حضورت که پارسال یکی از فامیلای ما فوت شد و بستگان درجه یکش درخواست کردن که به جای آوردن گل ما پول بدیم برای جانبازا. خلاصه رفتیم کلیسایی که محل دفنش بود و شاید حدودا 50 فامیل بودیم، من دیگران رو اطلاع ندارم، من خودم به شخصه $200 توی پاکت گذاشتم و انداختم توی اون ظرفی که جای کلیسا گذاشته بودم. بعد از اتمام مراسم و چند روز که گذشت فامیلمون رو دیدم و ازش پرسیدم خب اوضاع چجوری بود و پول جمع شد برای جانبازا. گفت که کلیسا فقط به ما $1 پول داده، گفته فقط همین میده. گفتم اون موقع برگشتم گفتم که من خودم شخصا $200 دادم، پس چجوری این همه آدم اومده، یعنی هیچ پولی ندادن، $160 هم کم کردن. گفت من نمیدونم. اینه که خواستم در جریان بذارم که بدونید اگر یه موقعی میخواین کمکی بکنید به جانبازا، نمیدونم به دیگران، پول را شخصا به فردی که مورد اطمینانتونه بدید و به کلیسا و مسجد و کنیسا اعتماد نکنید. و سلام، خداحافظ. ممنونم دوستان. به این میگن پیام کوتاه، مفید، مختصر. لازم نیست من اینجا باشم، لازم نیست با هم دیگه 45 دقیقه صحبت کنیم، اون پیامشو میذاره هر وقت که اون وقت داره، من گوش میدم میبینم به کار برنامه میخوره، تو برنامه پخش میکنه. ما یه چیزی به این سادگی رو چند سال نتونستیم حل کنیم. دستان ممنونم. متوجه نشدم منظور شما از جانبازان چیه، مثلا جانبازان ارامنه در اون ماجرای به اصطلاح بین ترک ها و ارمنی ها، یا کلن شما مثلا توی کلیسا وقتی میگید جانبازان خودتون میدونید که مثلا اونایی هم که در جنگ برای کشورشون کشته شدن یا هرچی. اگه یه توضیح هم در این مورد میدادی یا بدی ممنون میشم، ما یه چیزی یاد بگیرم. دوستان پیام پتیک رو پخش کردم، هنوز تو مغز من این سوال هست که چرا دیگران کاری به این سادگی را انجام نمیدهند. و اما سوال پتیک این بود که چرا زوجهای جوان بچه ندارن ولی سگ و گربه دارن. من گفتم که چه تصادفی، اتفاقا همون به اصطلاح جنرال سرجن مال آمریکا هم گفته و من میتونم بگم یه دلیلش اینی که
اینها یه مقداری دیرتر ازدواج میکنن. دلیل دومش اینه که انتظاراتشون از دنیا بیشتره، مثل ما نیستن که جوون که باشی ازدواج کنی و اون فلسفه هر آن کس که دندان دهد نان دهد رو یاد گرفته باشیم. اینا میگن نه، حالا ما اگه بچه بیاریم خرجشو که میده. یک فیلسوفی بوده به نام شوپنهاور اگه اشتباه نکنم، این بعضیا فلسفهشو وقتی میخونن به چند نوع تعبیر میکنن و خودش هم هیچ وقت ازدواج نکرد، بعد میگه اصلا این ماجرای عشق و ازدواج و بچه به دنیا آوردن و اینها این چیزایی که ما میگیم نیست، این یک نیاز طبیعته و ما به عنوان یک وسیله‌ای به دست طبیعت این را انجام میدیم. اگر کلمه همین شوپنهاور با فارسی هم بنویسید، خیلی ایرانی‌ها الان ویدیوهای خیلی خوب میسازن در رابطه با فلسفه که دیگه احتیاج به ترجمه و اینها هم نیست. به نظر من برنامه‌های بسیار خوبیه، به جایی که بشینیم حرفای تکراری گوش کنیم که آقای شاهین نجفی میره آویزون میشه به 16، فکر میکنه الان یه خبری میشه، بعد نمیدونم حالا برار شده مثل که ماه آینده کنسرت مجانی بذاره. گفتم والا یه دفعه ما اینجا کنسرت شما اومدیم همون مجانی هم بالاخره دیگه شما باید وقت تو بذاری، کنسرت شما ارزش مجانی دیدن هم نداره. این هم از این ماجرا. و اما من تو چند تا برنامه گفته بودم که راجع به خودکار و اینکه این چیزشو میشکنن برای شما صحبت میکنم. نمیدونم میبینید این چی بهش میگن، این گیره ای که میذاری مثلا توی جیبت اینجوری. و من یادم سالها پیش قبل از سال 2000 یک به اصطلاح شغلی داشتم که یه شرکت بیمه ای رو میخواستم تأسیس کنم و مجبوری چند تا کلاس بری، مثل یک کلاس مدیریت فشردن، یک کلاسی اینجا وقتی میگن لیسانس لایسنس، اون لیسانس 4 سال برو دانشگاه نیست، شما اون جواز میگیری که بدونی قانون رو میدونی که بیمه چجوری بفروشی و فلان اینها. و یادمه وقتی رفتیم این خانم آمریکایی یه چند تا کاغذ و 2 تا خودکار برای هر یه نفر گذاشت و گفت که خودکارتون رو بردارین یکیشو این چیشو بشکنید. بعد شکونده گفت حالا بذارید اونجا، و کلاسم 3 روز بود. بعد از 3 روز که تموم شد گفت که حالا چند تا خودکار دارین. خب خیلی ها یه خودکار بیشتر نداشتن، اونی که شکسته بود گذاشته بودن، اون یکی رو برده بودن تو جیبشون، تو کاغذ هرچی برده بودن خونه و این برو. گفت که شما دفتر بیمه خودتونه که باز کردید، این لیوانی که میذارید توش خودکار میذارید، اگر میخواین مشتری ها هی نبرن این چیزشو نگه بشکنید، این چیزی که میذارم. گفت وقتی امضا میکنه میخواد بذاره رو جیبش، میبینه جا نداره میذاره تو زمین. گفت نگاه کنید خود شما هم این کار کرده، شما اگه میری تو بانک میبینی که اینا یه خودکارشون رو با زنجیر بستن، دلیلش همینه، برای که هر کسی مینوشته اون خودکار رو میذاشته تو جیبش میرفته و این برای تلر یا برای اون کس که پشت این گیشه هست وقت میگیره که هی خودکار بخرن، هی خودکار بذارن اونجا و الی آخر. البته جوکای بسیار زیادی در رابطه با بانک و این خودکارشون که با زنجیر بستن هست که میگه ما همه عمر کار میکنیم، پولمونو میریم میذاریم تو بانک، به اونا اطمینان میکنیم، ولی اونا اطمینان نمیکنن، یه خودکارشون رو دست ما بدن و این خودکار رو با زنجیر بسن به میز بانک. اینم از این. خب آقای مصطفی محمدی ما که دیگه کم کم داریم برنامه رو تعطیل میکنیم میریم، ولی فرصتی نشد یک بار با شما یه برنامه گفت و شنودی داشته باشیم. نمیدونم چرا، ولی مصطفی محمدی خودش برنامه ساز که نمیشه گفت، ولی فیلم ساز خوبیه، از اینایی که داکیومنتری یا فیلم های مستند درست میکنه درست کرده بود چند تا و برید جالبه. آقای مصطفی محمدی اگه لطف کنه یا لینک یوتیوبش رو اینجا بذاره یا همون مصطفی محمدی وقتی میریم توی صفحهش اونجا لینک های یوتیوبش باشه، ما هم تشکر میکنیم و میبینیم. چند روزه من دارم
این داستان دوباره فروغ جاویدان و این برنامه های مجاهدین و حماقت رجوی رو واقعا نگاه میکنم، بعد دلم میسوزه برای اونای که یک همچین رهبر احمقی رو رهبر خودشون انتخاب کرده بودن و خودشون رو به چه روزی انداختن، ایران رو به چه روزی انداختن و الی آخر. حالا از طرفی هرچی بود گذشت، داستان ایران و عراق، داستان ایران و عربستان، میبینید که امروز هم گویا سوریه برگشت به اون کشورهای عربی دیگه که 12 سال به اصطلاح اخراج شده بود از اون، ولی برگشت. بعضی ها میگن این به ضرر ایرانه، چون ایران، چون اونا نمیخواستن سوریه رو، ایران میگم نگاه کن ما با وجودی که عرب هم نیستیم ولی با تو دوست هستیم، ولی این امتیاز رو از دست میده. بعضی ها میگن نه مهم نیست، چون ایران قراردادهای زیادی گرفته برای که برن سوریه رو بسازن. اینایی که میرن یک کشوری جنگ میکنن، داغونش میکنن، یکی از اهدافشون اینه که بعدن برن اونجا رو بسازن و پول بسازن، پول در بیارن. روزگار غریبی است. خب داستان خودکار در کلاس 3 روزه بیمه رو براتون گفتم، و اما اون داستانهای فولادوند و دیگران مانند اون، همین دیروز یک آقایی به ما نفهمیدیم این آقای چند تا اسم داره، یکی بهش میگن چعب، یکی بهش میگن اسیوند، یکی بهش میگن آسیوند، یکی میگن اسیوند، نمیدونم چیه. در هر صورت یه نفری که آقای دادرس نوشته بود که ایشون چندین نفر رو کشته و خیلی هم افتخار میکرده، گویا ایران اعدامش کرد دیروز. بذارید من برگردم تو صفحه شخصی خودم و اینجا برای شما بیارم آقای دادرس رو. فرامرز دادرس نوشته هاش جالبه و بعض وقتا هم ویدیوهای درست میکنه، مصاحبه میکنه، اونها هم جالبه. میگه که منتظر بیانیه آقای رضا پهلوی در باره اعدام حبیب. این چجوری خیلی ها، ما 32 تا الفبا داریم ولی اگر ا ا او ان ان اون بالای حروف نگذاریم غلط میخونیم و این نشون میده یه اشکالی هست. البته ایرانی ها میدونی که میگه نگاه کن چند تا دندون داری، 32 تا، نگاه کن حروف الفبا اونم 32 تاست، ولی 4 تا دندون عقلتو بکش بعد میشه 28 تا حروف الفبای عربی ها اینه. گفتیم بابا ولمون کن، این آمریکایی انگلیسیات 26 تا حروف الفبا دارن ولی ا ا او تو خود همین 26 تا هست و دیگه شما احتیاجی نداری. در صورت این رهبر سازمان تروریستی النزال گفته که اینطوری اونطوری وسط بازی نداریم، یا تروریست بود و قاتل ده ها زن و کودک و ارتشی ایرانی و حکم اعدام حقش بود، و یا حقوق بشر بازی. این عکس شما بهتون نشون بدم اینه، اجازه بدید من اینجا بیام از بگیم که کپچر سلکت ایریا، اینجا این عکس این آغاز، و اگر بیاد حالا نمیدونم، بذارید ببینیم که آقای سعید کابوسی حالت چطوره. اینجا بنویس تو برای دوستان بگم آقای کابوسی چند روز پیش در بیمارستان بود و یه عکسی هم گذاشته بود، بهش گفتیم بابا امیدواریم حالت خوب بشه و زودتر باید بیای شما به اصطلاح با دوستان باشین. بعد ایشون مثل که نوشته بود که حالش بهتره، ولی عکسی چیزی دیگه من ندیدم که از بیمارستان اومده باش بیرون، گرچه خب قرار نیست عکسی بذاره از بیمارستان بیرون تو خیابون. آقای سبا هم اینجا هست، سبا تبارم برنامه های خوبی درست میکنه، خیلی ساده. دیدم که این آقای علیزاده در افتاده با اون عبدی و اینها و حالا دارن میگن که آقا من یه کامپیوتر بیشتر ندارم، من یه دوربین بیشتر ندارم. میگفتن که ایرانی ها وقتی میخوان کوپن بگیرن، پول بگیرن، میگه آقا من گدا فقیر بیسار، وقتی یه جایی میخواد پوز در بده میگه من پدرم اون بود این بود، خودم هم این هستم اون هستم و الی آخر. در صورت ما
ایرانی ها آدم های خیلی عجیبی هستیم. این آقای علیزاده قبلا برنامه های خوبی داشت، تحلیل های خوبی میکرد، نمیدونم چی شده که اینم مثل امید دانا 180 درجه. بعضی ها دوستان به اشتباه میگن طرف 360 درجه چرخیده. آقا خانم شما اگه 360 درجه به چرخی دوباره همون جایی میای که بودی. بذارید ما ببینیم این تصویر اینو میتونیم به شما نشون بدیم. نه تازه سیاه شد، بذارید ببینیم. بله شاید دست میتونید پیداش کنید، نمیدونم این عکس این. و خیلی جالبه که اینو به هوای چیز بردن ترکیه، بعد از ترکیه تمام ماشینا عکساش هست که این آقا، بذارید ببینیم اینجا اگه بیاریم تو این پلیه، نه اینجا نشون داده نمیشه متاسفانه، نمیدونم چرا اینجوریه. خب در صورت خودتون بزنید که دیروز یه نفر رو اعدام کردن، میگن نفر بعدی شارمهد است. از طرفی میگن چون دولت ایران منتظر بوده اینا رو با افراد دیگه معاوضه کنه، مبادله کنه، تعویض کنه، اون کشورها مثل سوئد و کشورهای دیگه جواب رد دادن، آخوندها حالا اینا رو اعدام میکنن که بگن ببین ما وقتی میگیم اعدام میکنیم. دوستان آقای شارمهد ژورنالیست نبوده، دروغ نگید، به اشتباه نگید، یا دروغ میگید یا اشتباه میکنید. ژورنالیست کسیه که میره مدرسه خبرنگاری و ژورنالیست بودن، بعدم میاد یه جایی استخدام میشه به عنوان ژورنالیست. این آقا فعال سیاسی بود که اعلان جنگ کرده بود با آخونده و از اینجا دستور میداد یه عده جوونه عصبانی بنده خدایی هم که اونجا مثلا فلان کفش ندارن، فلان برند رو ندارن، رفتن به حرف این یه عده دیگه ایرانی رو کشتن و حالا گیر افتاده. همین آقای شارمهد هم سر پور دیگه این پرستو مرستو نبوده. اینا همشون همون یکی هم عصیبد، عصیبد کیه؟ گویا رفته بوده گولیش زده بودن بیا میخوام کارخونه چوبسازی و چوب تو آسینش کردن به جای کارخونه چوبسازی. گویا یه مسئله از این پرستوها و اینا هم بوده. این هم از این ماجرا. و اما خب امروز هفتم می هست. کسی از تظاهرات 29 آپریل که دو دستگی و چند دستگی و اینها بود به اصطلاح هیچ امیدواری دریافت کردید برای خودتون که امیدوار بشید که بله اینا ببینید آقای رضا پهلوی گفت بیاین مردم، تازه داخلم نه فقط خارج از ایران، گفت بیاین و اینها هم چجوری آمدن. دیدید که آبروریزی، دعوا، طرف وایساده به اون یکی میگه بگو جاوید شا، اون یکی میگه نمیدونم هر کی نگه پهلوی نمیدونم اون باشه اجنبی، از این مزخرف بازی ها حماقت. و همینه که بعضی ها تو ایران گرونی رو تحمل میکنن، دیکتاتوری رو تحمل میکنن، ولی حاضر نیستن یه کسی مثل رجوی، یه کسی مثل رضا پهلوی و دیگران بیاد. توی یکی از این برنامه‌هایی که مستند بود، افرادی که تو جنگ یا تو اون فروغ جاویدان یا دروغ جاویدان یا مرساد بودن تعریف میکردن که فکر کنم آقای خدابنده بود، ابراهیم خدابنده، میگفت که رجوی به ماها گفته بود وقتی رسیدیم ایران، رفتیم تهران، شما هر کسی رو میخواین بزنید بکشید، من چند روز هیچی نمیگم، بعد از چند روز میام میگم امروز روز بخشش، روز برادریه. ببینید اینا چون پرده نمیدن، چون پرده بیفتن واعظان که این جمله در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. اینم اینه، ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده. شاهزاده رو تو خوابیده، حوصله فرمان دادن نداره. میگم طرف میگه آقا شوربی الان 70% مردم ایران، میگم آقا چرا اشتباه میگی؟ 99% مردم ایران منتظر شاهزاده هستن. شما به من بگو چرا این نمیره؟ برای که اون میدونه تو داری دروغ میگی. در صورت دیدید که چه ساده این جنبشی رو که خودجوش بود، از دل جوانها بود،
اصلا از خانم ها بود، از این فشاری که اینها، فشار مضاعفی که چند 44 سال بهشون اومده بود، یک همچین جنبش زیبایی شکل گرفت و این وسط کیا ازش پول ساختن، کیا ازش اعتبار ساختن و کیا اومدن این جنبش رو بی‌اعتبار کردن. خودتون دیگه تصمیم بگیرید چه پولای خانم مسیح علی نژاد ساخته، نمیدونم چه روابطی آقای حامد اسماعیلیون برای خودش پیدا، این بنیاد با بنیاد، این نازنین بنیادی که بدبخت مثل افسرده همش نشسته اینجوری، یه عکس یه خانمی گرفته بود با اون آقایی که وحید بهشتی اگه اشتباه نکنم که 66 روز اعتصاب غذا کرد، طرف میگه آقا 4 روز اعتصاب غذا کنی هیچی نخوری میمیری، 8 روز اعتصاب خشک بکنی اینجوری میشه. اینا چون میبینن لاغر و اینا نشده، خودش کج میکنه و نشسته رو صندلی چرخدار، در صورتی که نمیدونه شما چون نشستی و داری چی میخوری و حرکتی نداری، هی داری چاختر میشی، ولی شما 3 روز چی نخونی این پوست صورتتون میچسبه به استخونای صورت. بگذریم از این ماجراها، روزگار غریبی است و من بهتون بارها گفتم اگه حرفی برای گفتن باشه، اگه کسی باشه بخوایم باهاش مصاحبه انجام بدیم، میایم بنا بر اون مناسبت صحبتی میکنیم، و الا شما خودتون اگه من بخوام خبرها رو براتون بخونم، شما تو اروپا و ایران باشین 8 سال زودتر 5 سال زودتر از من اونا رو خوندید و خودتون از صبح تا شب میبینید چند بار یه چیز تکراری رو دوستانتون براتون میفرستن، حتی یه چیزی رو که شما شروع کردید برای دیگران فرستادید دور میزنه و میرسه دست خودتون. یعنی در نتیجه اینه که هر کسی میخواد موزیک گوش بده میره موزیک گوش میده، اونی که میخواد اخبار دنبال کنه میره اخبار، اونی که میخواد بحثای تو سر هم زدن میره کلاب هاوس و این ور اون ور، و دیگه نیازی نیست مثل گذشته اونی که دسترسی داره به اینترنت و اینا بیاد خبرها رو برای دیگران بگه. تازه بعدم هممون حس میکردیم که این چی فکر میکنه، این فکر کنه از ما بیشتر میدونه که میخواد برای ما تفسیر کنه. یه در به آقای چالنگی گفتم آقا دیگه اخبار که تفسیر نداره، شما برنامه میذارین اخبار رو میگین، تفسیر مثلا پلیس باید بیاد تفسیر کنه، روانشناس باید بیاد، ولی شما اسم برنامه گذاشتی تفسیر خبر، خبر که تفسیر نداره، حالا بگی شرح خبر، اون مشروع خبر، یه چیزی. در اصل کارمون یه جا و دو جا و در جا خراب نیست، کارمون خیلی خرابه. و اما بذارید یکم موضوع رو عوض کنیم. من دیروز با یک آقای هلندی آشنا شدم به نام این عکس، این چیزا رو من می‌خواستم عکس بگیرم بهتون نشون بدم ولی یکم دیر جنبیدم. بذارید من این آقای کی ژاپن، سعیدی، سعید ژاپن، یکی دیگه هم امیر ایمپورت. اوکی ببینید دوستان، این کتاب عکسای بسیار زیبایی از زیر دریا، میدونید میگن زیر دریا تعداد جاندارهایی که زندگی میکنن بیشتر از اینی هست که روی خشکی هست و توی هوا هست. در هر صورت من با این آقا آشنا شدم، یه سری وسایل دوربین و چیز دوربین عکاسی و فیلم برداری برای زیر آب داشت، ازش خریدم، ولی من حقیقتش مصرفی براش ندارم. اگر کسی از شما میخواد که اونا رو داشته باشه، زدم توی کریگلیست، زدم توی فیسبوک، میتونید اونجا برید نگاه کنید. و بذارید من ببینم اینو میتونم بالاخره درستش کنم یا نه، اینجا این هر کارش میکنم این یکی نمیاد، فقط میگه پیست کامرای دو، اینم وید بلست، آها اینه، باید بیام پایین اسکرین کپچر، چیزی که اون وقتی میخواستم بهتون نشون بدم عکس اون آقا اینه. در صورت این وسایل برای فروش هست، خیلی هم ارزونه، اینا رو این آقا 6000 دلار خریده ولی الان به قیمت 399 دلار شما میتونید بخرید. این کتاب رو بهش گفتم اگر دیجیتالایز کنه ممکنه روی فیسبوک و اینها
بتونه مشتریای بیشتری داشته باشه. این آقا 77 سالشه، اهل هلند هست و همین الان باهاش تماس بگیرید، بگید که آگهیشو اینجا نده، چون آگهی نیست، فقط این من دارم بهش لطف میکنم، اینو پخش میکنم. عکسای بسیار جالبیه، این عکس‌ها توی ویدیو الان پیدا نیست اونجوری که من اینجا میبینم. نگاه کنید، برای بچه ها خوبه، برای بزرگسالان خوبه، زیرنویس داره و اسم این آقا یان سی هست که وقتی بهش گفتم چی، گفت شما کلمه یانکی میدونی؟ گفتم آه. گفت این اسم ما، وقتی که اینا نمیدونستن چیه، وقتی بهش میگفتیم یانکی، بعد ما رو صدا میزدن یانکی. در صورت یان سی پوست مارین بیولوژیست، اینایی که این میگه، میگه از سن 12 سالگی یا شاید 16 سالگی شروع کرد. بله آوا 1962 ایشون 16 سالش بوده. میگه یه دوربین برای من خریدند و من رفتم زیر آب، دیدم چه دنیاییه اونجا و خودم رو به اصطلاح در اون دنیا، این چون آبیه، یکم پشت ما درست که جلد کتاب درست پیدا نمیشه، ولی سعی میکنم یه چند تا عکس درست حسابی ازش بگیرم روی فیسبوک بذارم. و ایمیل این آقا رو کارت بهم داده، ایمیلشم به اصطلاح بنویسم اگه کسی میخواد. میگه من ترجیح میدم فقط با ایمیل تماس بگیرم، حتی سلفون نداره. باورتون میشه یه آقایی که اصلش هلندیه ولی همینجا توی ویرجینیا زندگی میکنه، 77 سالشه و 77 60 ساله که داره این عکسای زیر آب و جانورا و اینا رو میگیره. به نظر من چیه اسم این کتابش هم هست، سیمبیوسیس یا سیمبیوسیس این دی سی، این کلمه یعنی زندگی با هم و نشون میده که زیر دریا یا زیر آب، باید بگیم نه زیر دریا، زیر آب این ماهی ها یه جایی دارن، مثل کارواش هست که شما میری ماشین تو میشوری، بهش میگن کلینینگ استیشن. یه ماهی میاد اونجا وای میسه، اونای دیگه میان تمیزش میکنن، این میره پشتیش تو نوبت میاد اونجا، بعد برای که به اون یکی بگه کثیفه یا تمیزه، رنگ خودشون رو عوض میکنن. اصلا اینا رو که داشت برای من دیروز توضیح میداد، من یه کمی اصلا داشتم شاخ در میوردم. چیز جالبیه، بهش گفتم بابا یه دوربین بذار جلوت با تلفنت، حتی بگم خندید، گفت من تلفن دستی هم ندارم. اینم از این زندگی با هم، کلینینگ استیشن، زیر آب. و امروز دیدم آتیلا، حالا یا امروز نوشته بود یا دیروز پیروز، یه نوشته رو گذاشته بود رو صفحهش که بیابان سکوت در مکزیک. این مکزیک یه جایش وجود موجودات فضایی یا سفینه های فضایی خیلی بحث شده. بعد یه چیزی هم بود اون وقتا میگفتن مثلث برمودا و هر کشتی میره غرق میشه، هر هواپیمایی میره ناپدید میشه، و معلوم شد خیلی از اینا اصلا شایعه بوده و اینها. این ماجرای به اصطلاح بیابان سکوت در مکزیک رو به فارسی هم حتی اگه بنویسیم یه چیزایی در رابطهش میتونید پیدا کنید و خیلی جالبه. میگن ساعت اونجا وقت و زمان رو نشون نمیده، قطب نما به جایی که جهت نورت رو نشون بده همینجوری شروع میکنه به چرخیدن. و از این داستان ها زیاده، مثلا خط استوا یه جاییش هست این ورش آب از این وری میچرخه، یکم این ورش آب از این، یعنی یه خط کشنه توی خیابونه، فکر کنم اکوادوره دیگه، نه رو استوا رو میبرز، میگفت نگاه کنید این و آب گذاشته توی ظرفی، وقتی خالیش میکنه اینجوری میچرخه، این یکی جهت خلاف عقربه‌های ساعت میچرخه. و راجب فیسبوک اینجا نوشته بودم فیسبوک چیه، تایملاین چیه، استوری چیه، ولی فکر کنم دیگه اصلا فایده نداره. ماها هممون به یه جای رسیدیم که حرف هیچ کس دیگر رو قبول نداریم و ای کاش
فیسبوک چادم داره من نمیدونم، به جای اینکه دوستامونو بلاک کنیم کاش که یه آپشن گذاشته بود که آقا این دوست من هست ولی من نمیخوام چیزی ازش دریافت کنم، چون همش چیزای مزخرف میفرسه. من نمیدونم هدفشون از این کار چیه. یعنی شما فکر میکنی واقعا یه برنامه مال شاه رو بفرسی من میام نظرم عوض میشه؟ منی که دنبال جمهوری و دموکراسی هستم میرم شاهپرست میشم؟ خب اگه نه، شما داری وقت خودت تلف میکنی به اضافه وقت من. من که دیگه شما رو میشناسم وقتم تلف نمیکنم، پاکش میکنم بره، ولی شما داری وقت خودت رو تلف میکنی. سعی کنید یاد بگیرید، اگه براتون یه چیزی جالبه روی پست بذارید، پست صفحه خودتون. حالا اگه خواستید میتونید دوستانتون هم دعوت کنید، تگ کنید که نه، اگه دوستان ببینن شما چیزای جالبی میذارید خود اونها میان هر روز چک میکنن، حتی ممکنه مثل معتادا بیان اونجا سرکشی کنن صبح تا صبح که مثلا ما میریم این صفحه دوچه بله، میریم صفحه اون اونا هم بیان و نگاه کنن ببینیم این کیه و چی میگه از ایریا کد 415. I have your number, my address book, but I don't remember. آها، اینم دوستان یه کلک دیگه هست که یه نفر برای شما می‌نویسه که فلانی میخواد شما بگی نه من فلانی نیستم، فلانی هستم، اسمتون اینا رو میگیره، یا اصلا اینا رو جواب ندید و بلاک کنید. یکیش الان مثل این نوشته که من شماره شما رو توی آدرس بوکم دارم ولی یادم نمیاد. خب ببینید این به شما داره میگه، اگه درست بگه، این داره به شما میگه این آدم احمقیه. اگه شماره یه کسی رو گذاشتی توی آدرس بوکت باید اسمشو مینوشتی، در چه رابطه هست مینوشتی و ده تا داستان دیگه. باور کنید من همین وسایلی که رفتم از این آقای یانکی بگیرم، اون روز که باش آشنا شدم این کانادا بود، تلفنی صحبت کردیم، شماره تلفنشی که نوشتم چون اون روز اسمشو نمیدونستم آمدم نوشتم دوربین سونی با کیس زیر آب، به انگلیسی نوشتم سونی اندر وادر کیسینگ. میدونی اینا رو جواب ندید و اینا رو بلاک کنید. آتیلا هم حلالزاده، الان قبلش داشتم میگفتم آتیلا به یکی گفت که آقا داشتیم حرفتو میزدیم، حلالزاده گفت مگه تا امروز شک داشتی؟ در صورت آتیلا راجب اون بیابان سکوت برای دوستان صحبت کردم، اگر لینکشو اینجا بذاری یا لینک فیسبوک خودتو بذاری ممنون میشم، اگه نه دوستان همین اسم بسیار ساده‌ای که داره آتیلا آریا. حالا که صحبت از این آتیلا شد، آتیلا پسیان، بعضیا آتیلا پسیان هم میگن، نمیدونم کدومه، آتیلا پسیانی هم چیزی، یه هنرپیشه که 66 سالشه، براش بزرگداشت، این روزا بهش میگن نکوداشت، گرفتن و توی اون دیدن همه، اولا اینجاش یه برجستگی بزرگه، بعد عکس خیلی نشون میده رنجور و لاغر و نحیف، گفتن که بله سرطان داره، بعد بعضیا گفتن که براش دعا کنید. من به دعا باور ندارم، دلیلشم بارها گفتم، امیدوارم ایشون حالش خوب بشه. چرا به دعا باور ندارم بهتون ثابت میکنم. اگه شما یه لقمه ای رفته باشه پس ملازتون، شما میگین رفته باشه پس ملاز، به جایی که رفته باشه راه خوراک بره راه هوا، شروع کنید به سرفه کردن و میخواین خفه بشین، من اگه بیام شما رو نگاه کنم تو چشمات بگم من الان برات دعا میکنم، میگی این دیگه کیه، چه احمقه، به جای دعا دستتو بزن پشت من این لقمه در بیاد. پس دعا بی خوده کار نمیکنه. ولی یادتون باشه همین علم و نمیدونم ساینس و اینها ثابت کرده که دعا و فکر کردن کار میکنه. حالا شما میتونی این برشو باور کنی، میتونی اون برشو باور کنی، و به خاطر همین یه گروه هایی بدونی که مریض داشته باشن توی بیمارستان میرن به افراد بیماری که در بیمارستان هستن و فامیلی دوستی ندارن که بیاد ملاقاتشون، میرن به اونا سر میزنن، به اونا میگن که ما برای شما دعا میکنیم، دستشونو میگیرن، بعض وقتا حتی سگ و گربه و حیوانات دیگه میبرن که اونا با این حیوان یه چند دقیقه به اصطلاح ریلکس بشن، راحت بشن و آرامش پیدا کنن و الی آخر. لینک رو هم گذاشت آتیلا، خیلی ممنون.
آقای آتیلا، این طنزنویسی شما، این بذله‌گویی شما از چه زمانی شروع شده؟ چقدر قشنگ به فکرت میرسه یه چیزایی رو اینجوری شیرین بیان کنی، بنویسی بدون اینکه به دیگران توهین کنی و میشه گفت تقریبا همه خوششون میاد. البته یه گروهی هم هستن دیدم بعضی وقتا شما میپری بهشون میگی آقا من فلانی ها و فلانی ها و اینا، خودشون برن تا من ننداختمشون بیرون. ولی این از کجا سرچشمه گرفته، این قدرت نوشتاری شما؟ مثلا یادمه یه دفعه گفتید اونجا شراب میدادن، البته ما که نگرفتیم ولی دوتا شراب تو دستت بود، جلو دوربین نشون دادی، گفتی اونجا ماچ میکردی خانوما رو، بهت شراب میدادن. دمت گرم، امیدوارم همیشه این شادی و این طنز نویسی رو داشته باشی تا من و دیگران هم چند دقیقه از دیدن عکسای خوب، کاریکاتورای خوب، نوشتای خوب شما لذت ببریم و حال خوبی پیدا کنیم. یه بار دیگه، تاجگذاری در انگلستان دیروز بود، برید ببینید این مراسم مزخرف خرافاتی رو و برید ببینید که پادشاهی حتی در انگلستانی که همه شما میگید بفرماد انگلستان پادشاهیه، ببینید همونجا چجوری با مذهب و دین با همدیگه عجین هستن. بابا فردوسی گفته که تو بگو که این دین و پادشاهی هر دو برادرند، هر دو زیر یک چادرند. یه شعر خیلی قشنگه، من بارها نوشتمش، اگه کسی خواست بره پیدا کنه. تو گویی که این هر دو با هم برادرند، این یکی نباشد اون نباشد و الی آخر. اینو اولین بار دکتر مصطفی هروی سال 2000 یا 2001 توی کانون به من گفت صبح جان بشین اینجا من برات اینو میگم. متاسفانه بزرگان ما هم از جمله همین دکتر مصطفی هروی، همینا هم جرأت نداشتن حرفشون رو بزنن. ما یک جامعه خودسانسور هستیم. چجوری خودسانسور میشیم؟ برای که دیگران سانسورمون میکنن. وقتی دیگران سانسورمون میکنن میرسیم به جایی که خودمون سانسور میکنیم، میگیم بابا ولش کن، اینو بگم برای چی؟ برای کی؟ شما هستید، من هستم که دیگران رو فشار میدیم که اون بیچاره ها خودسانسوری کنن. دکتر مصطفی هروی سالها پیش فوت شد، اون موقع 89 سالش بود و به من میگفت، تو برنامه با خسرو رنجبر شرکت میکرد، میگفت که من بلیتم دستمه توی گیت 89، سنشو میگفت، وایسادم منتظر پرواز. و همین هم شد. یه روزی گویا با سعید قائم مقامی که همیشه تو رادیو فریاد میزد یه برنامه رادیویی داشت و در اون برنامه حین صحبت از دنیا رفت، یادش گرامی. خیلی ممنون. نه آقای، من میدونه آقای آتیلا، من معمولا تعارفی نیستم، من سعی میکنم حقیقت رو بگم. بعضی وقتا هم دوستان از این رگگویی و حقیقت گویی من آزرده میشن. بله، ایشون نشته شما نسبت به من لطف دارید، گاهی باید انتقادات رو با طنز گوش زد کرد. حتما همینطوره. طنز میگم این هنره که شما میتونید انتقادات رو در صورت طنز بنویسی و به کسی هم بر نمیخوره. آقای اکبری عزیزم اینجاست، میگه سوربی جان احتمالاً صحراهای مکزیک جن داره. بعیدم نیست، همین جنم خودش یعنی یک، اگه دیده باشین تو فیلم‌ها و اینا هم یه آدمایی هستن که مثل دوده یا مثلا میبینی روح اینا هرچیه، این افرادی که کسی نتونسته توصیف کنه، توضیح بده که اینا چی هستن، از کجا اومدن. و یه جایی هست اصلا Area 51 میرن هر سال برنامه میذارن و کلی هم پول اونجا دست به دست میشه. ببینیم که بعد خانم مرضیه محمدی خوش آمدید. و من میگم این اینستاگرام چون شاهین هی اصرار کرده بود گذاشتم، ولی برای ما دیگه هیچ فرقی نمیکنه. از این جالبتر براتون میگم، این آقای سینا ولی الله هست که از رادیو تلویزیون ایران شروع کرد ولی بعدا اومده انگلستان، BMS نمیدونم چی برنامه داره. اینا اومدن اینستاگرامشون رو به اصطلاح کارتی و پولی کردن، بعد اونا هم حتی نتونستن، یعنی
ملت دیگه میگن برای چی پول بدیم؟ این میخواد پول بگیره، خب همینو از اون ور ما مجانی میگیریم و فقط کسایی میتونن پول ساز بشن که بهتون اینو نشون میدم. بذارید من شاهین رو پیدا کنم توی این برنامه و بهتون نشون بدم که این خانم و آقا مثلا تو ایران چجوری پول در میارن. یه لحظه، شاهین غلام رضایی. اوکی، این برتش آقای منصور حلاج. بعد بیاد اینه، فکر کنم تو اینستاگرام دیدم شاهین رو. شاهینم کم کم مثل من شده که دیگه نمیدونه کجا چی با کی حرف زده. البته حالا خودش جالبه که ببینید داره شاهین 2000 داره شاهین آقا نقطه شاهین، باز یه جای دیگه داره شاهین غلام رضایی. یعنی به غیر از این که نمیدونیم کجا همدیگر پیدا کنیم، خودمون هم کمک میکنیم به گم شدن خودمون. من توی صفحه الان نمیبینم شما رو، ببینم اون صفحه هم ندیدم. بله، اینجا شاهین غلام رضا. آها، بذارید دوستان اگه بتونم من این صفحه رو بیارم اینجا، کپچر سلکت اریا، این بله شاهین غلام رضایی تو اینستاگرام نوشته که شما ببین. نایمد تصویره، با تصویره بیاد تو کامرای دو تا من به شما نشون بدم. یه چیزی خرابه دیگه، هر روزی یک سازی اینا میزنن و یه چیز خرابه. خلاصه عکسی خانمی رو نشون میده که ببینید لباشو چه جوری کرده، دماغشو چه کار کرده، این گونه یا قپ یا لپ رو چه کار کرده. و نمیدونم، من اگه بگن این شده شکل فلان جانور، خداییش به اون جونوره ما ظلم کردیم. بذارید ببینم دیوار دیگه بزنم، سلکت اریا شاهین. نه نمیاد دیگه، ولی یه وقتی خودتون برین تو سریال شاهین اینجا هست، بعدا لینکشو بذاره که این خانم اینا هستن که تو اینستاگرام پول میسازن. پس ما نمیتونیم، یعنی نمیخوایم، اگه بخوایم هم نمیتونیم اونجا پول بسازیم. ما همین کاری که تلویزیون انجام دادیم، از روز اول بدون فکر کردن به پول اومدیم اینجا، هیچ وقت هم ازش پول نساختیم. حالا هم بدونی که پول ازش بسازیم میریم دنبال کار زندگی خودمون، ولی افتخار میکنیم که همیشه کار کردیم سخت و به اصطلاح اینجوری زندگی خودمون رو میگذرونیم. از زندگی راضی هستیم، بچه های موفقی داریم، نوای سالمی داریم و دیگه آدم بیشتر از این چی میتونه بخواد از خدا یا از طبیعت؟ و نمیدونم شما یا به خدا باور دارید یا به طبیعت یا به فلسفه داروین باور دارید، هر جوری که هست. همین آقایی که من این کتاب رو بهتون گفتم، این کتاب رو به من مجانی داد. وقتی بهش گفتم من فردا تو برنامه راجع به شما صحبت میکنم، گفت خب این کتابم برای شما. البته این کتاب نسخه کوچولوترشه، این 60 دلاره. نسخه بزرگترش که عکس‌ها خیلی قشنگ و واضح است 200 دلاره، ولی گفت به اصطلاح فروش کتاب این روزا خیلی مشکله، که من پیشنهاد کردم شما دیجیتالایز کن. دیجیتالایز هم شما میتونی عکس‌ها و اینا رو ارزان‌تر بفروشی، چون یه بار میذاری اونجا ولی به مردم لینک میدی، ولی این باید پول چاپ بدی، پول پست بدی، بیارن، ببرن، ببره، برسه، مکافاتی هست. اینم از این. و بله، اینجا دیگه چیزی من ندارم بهتون بگم. یه بار دیگه دوستان ازتون خواهش میکنم پیامای خصوصی رو فقط با مسیج بفرستین توی فیسبوک. اگر چیزی برای گفتن درباره حزبی، درباره شخصی اینا دارید، اونو روی پست خودتون بذارید یا روی استوری خودتون بذارید. اونا میان میبینن شما آدمی هستی که ببینید من آتیلا برای من چیزی نمیفرسه، ولی من میرم تو صفحش نگاه میکنم. آقای اکبری برای من چیزی نمیفرسه، من میرم تو صفحش نگاه میکنم. آقای تمور زمانیان، من میرم تو صفحش نگاه میکنم. یعنی اینا تونستن دیگران رو جذب و جلب کنن. ولی شمایی که دوست صمیمی من هستی
ولی از این صمیمیت سوء استفاده میکنی، یه چیزی میفرستی. بذارید من یه نمونه باز میخوام نشونتون بدم که این سیستم متاسفانه کار نمیکنه. میخواستم بهتون نشون بدم، یه جا نوشتم فیسبوک که زیرش نوشته join this، نمیدونم this is private group. آخه من چرا باید به یه پرایوت گروپ بپیوندم؟ یه وقت شما میگی کنسرت تو این پارک، بیا، ولی یه وقت میگی یه مهمونی عروسی شخصی خصوصی، برفرض که اونا شما رو دعوت کرده باشن، اونا شما رو دعوت کردن چون دیدن شما مثل خودشون فکر میکنید. شما نباید و نمیتونی منو دعوت کنی. اگه این کارم بکنی من نمیام اونجا. کاری نکنید که همدیگر رو بلاک کنی. از فیسبوک درست استفاده کنید. دوستان عزیز، شما هم میتونید برنامه های خودتون رو با هزینه بسیار کمی در تلویزیون مردم پخش کنید، از صفحات فیسبوک مردم تیوی، صفحات این روزا خب لینکدین برای کار و اینا بود، ولی همه دیگه دارن تبلیغ و اینا استفاده میکنن. آگهی این چیزایی هم که بهتون گفتم، اون دوربین سونی و اون کیسینگش که زیر آب فیلم برداری میکنن و اینها هست، به نظر من برای این روزا اون دیگه خیلی بزرگ و سنگینه. فقط ممکنه اونهایی که میخوان کلکت کنن، یعنی چی میگن به ایرانی، اینایی که کلکسیون دارن، یه چیزی رو مثلا یه شلفی رو درست میکنن، میگه مثلا 15 سال پیش این دوربینه رو استفاده میکردن، 30 سال پیش این، و خیلی ها هستن که اینو دارن و هنوز دنبال کالکشن و کلکسیون و اینها هستن. من ده هیچ وقت نه پولشو داشتم نه وقتشو داشتم، به همین خاطر علاقه ایم در من به وجود نیامده برای اون. دوستان عزیز، همین الان که برنامه رو میبینید، اگر از طریق فیسبوک میبینید لایک کنید لطفا، ممنون میشم. اگر از طریق یوتیوب میبینید اونجا هم لایک کنید، سابسکرایب کنید. به قول یه نفر گفت که هر کوفت و زهر مار بلدی انجام بده، اگه این کارو نکنی یه عقرب نشون داد، گفت این عقربه رو الان میفرستم، عقربو میفرستم که بیاد روی صورت شما. نه، ما این کارو نمیکنیم، قدرتشو نداریم که نمیکنیم، و فقط از شما خواهش میکنیم اگه میتونید این کارو انجام بدید. اگر هم نخواستید هیچ اجباری نیست. یه بار دیگه من این کاغذ که یادداشت نمیشدم، بله، در رابطه بلیت هواپیما که بعضی هاشون به شما یه قیمت ارزونی میدن و چون دولت مجبورشون کرده که مالیاتو به شما نشون بدن، بعد میگه این بلیت مثلا 600 دلار از اینجا به آلمان، شما میگید چه خوب، بعد میری میبینی بهت میگه حالا صندلی هم میخوای، میگه بله، میگه 45 دلار از این ور، 45 دلار از این ور، پس شد 690 دلار. میگه کیفم با خودت میخوای ببری، میگه بله، میگه 57 دلار از این ور، 57 دلار از اون ور. بعد یه وقت میبینی این بلیته از یه بلیت اولی که به شما گفته 1200 دلار گرونتر در میاد. به قول آمریکایی‌ها میگه فاین پرینت رو بخون، مواظب باش، یا ایرانیان میگن لابلای خطوط رو بخون با دقت و مواظب باش. من برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. این شماره، آه یه چیز دیگه هم اینجا نوشتم توضیح بدم، شماره ویدیو در یوتیوب، فیسبوک، توییتر، لینکدین و الی آخر. گاهی وقتی شاهین پیغام میذاره من میخندم. یه روز میگه آقا این یوتیوب اذیت میکنه، من دیگه نمیرم با یوتیوب، میره سراغ اینستاگرام. بعد برمیگرده میگه آقا حداقل یوتیوب یه پولی به آدم میده، اینا هیچی نمیدن. دوباره با یوتیوب شروع میکنه. و من دیروز به یکی از دوستان گفتم که میخوام اصلا این فیسبوک و اینا رو هی کمتر و کمتر ازش استفاده کنم. شما از خودتون سوال کنین سر این فیسبوک با چند تا از دوستای خوبتون کارتون به دعوا کشیده، کارتون به بلاک کردن و حرف نزدن کشیده. دوستایی که اون موقع ممکنه یه تلفنی میزدید هر از هفته‌ای حال هم میپرسیدید، بعد رو فیسبوک دقیقه به دقیقه سر هر مسئله‌ای به هم دیگه پریدید و فوش دادید و آخرم مجبور شدید قهر کنید و بلاک کنید. در صورت لیدی گاگا که خواننده بسیار معروفی هست، وقتی ازش راجع به فیسبوک و اینها پرسیدن، گفت سوشال میدیا مستراح رسانه هاست، توالت رسانه هاست. حالا دیگه خودتون حسابشو بکنید و اگر میتونید کمتر استفاده کنید، کمتر وقتتون رو تو کلاب هاوس بذارید، کمتر وقتتون رو توی
تلگرام بذارید. طرف میگه آقا کلاب هاست، طرف میاد 8 ساعت بعد شما میشنوفی که بو رفته توالت، داره تارت میگیره، صدای آب میاد، رفت سیفون میزنه، صدای سیفون میاد، داره خوراک میخوره، چلب چلب صدای دهنش میاد و الی آخر. این شما هستید که میتونید اینا رو کنترل کنید. اجازه بدید من اول با دوستان اینستاگرامی خداحافظی کنم. مرسی که اینجا بودید. شما هم هر چی بلدید انجام بدید، برای دیگران بفرستید. اصلا نمیدونم این میمونه یا نه. خداحافظ از اینستاگرام. و میگه که اند ویدیو. بله این خوبه که میپرسه، یا بعد حالا میزنه که ویدیو تو بندازیم سطل آشغال یا با دیگران شیر کنیم. میگیم شیر کن. میگه حالا کجا میخوای شیر کنی؟ این داستان است. هرچی چند تا زده ما میگیم اوکی و رفت و تمام شد و بیایم اینجا هم با شما خداحافظی کنیم از طریق OBS و فیسبوک. این برنامه تا چند دقیقه دیگه روی یوتیوب هست. لطف کنید اگر تماشا میکنید چه از فیسبوک چه از یوتیوب، برای دوستان خودتون بفرستید. اول لایک و سابسکرایب و بعدم شیر. روز روزگار بر شما شاد و خوش. تا برنامه آینده که خودم هم نمیدونم کیه. پس بریم، خوش باشین و با همین دوستایی که دارید با طنز، اونم با طنزهای آتیلا صحبت کنید و بگید و به هیچ سیاستمداری اطمینان نداشته باشید. مرسی که این برنامه رو دیدید. خیلی ممنون.